دور سوم سفرها، خب کارهای معمول دور دوم و دور اول انجام میشه و پیگیری میشه. بحث‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، مسکن، اشتغال، صنعت، کشاورزی، آب، شهرسازی و بحث‌های اینچنینی. اما فضایی که در سفر سوم طراحی شده فضای فرهنگی است. هم روح حاکم بر فعالیت‌ها در دور سوم فرهنگی خواهد بود و هم بخش مهمی از وقت سفر به برنامه ریزی ها و فعالیت های فرهنگی اختصاص پیدا خواهد کرد. یه مقدار زمان سفر طولانی تر میشه نسبت به دور دوم سفرها. در دور سوم معاون اول هم شرکت میکنه، کارگروه های تخصصی رو معاون اول اداره میکنه و خود بنده وقت بیشتر رو در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی خواهم گذاشت. خب طبیعی است وقتی غلبه کار در بخش فرهنگ هست، آغازش هم باید از کانون جوشان فرهنگ و تمدن و اندیشه ناب الهی یعنی خراسان رضوی و مشهد مقدس باشه. امروز اعلام آمادگی کردند که تبادل سوخت، توسعه فناوری، ساخت نیروگاه و ساخت راکتورهای اتمی را با ما همکاری و مشارکت بکنند. از موضع تقابل به موضع تعامل و همکاری رسیده اند. هر دستی که صادقانه به سمت ما دراز بشود می فشاریم. اما اگر کسی به دنبال توطئه، به دنبال طراحی و بی صداقتی باشد، پاسخ ملت ما به او همان پاسخ قاطعی است که به آقای بوش و اذناب بوش داد. بدانید دولت برآمده از این ملت و این ملت در برپایی عدالت مستحکمند و تا استیفای همه حقوق ملت، برگرداندن به ملت ایستادند و از برابر جفسازی ها عقب نشینی محال است، محال. بعضی ها شروع کردن به ترساندن ملت. چرا مردم میترسونید؟ این یه کار بزرگه، به کمک خود مردم میخواد انجام بشه، با مدیریت مردم انجام بشود. این در جهت حمایت از مردم است، در جهت پشتیبانی از مردم است، نه در نقطه مقابل مردم. هدفمند کردن یعنی هیچ یارانه‌ای حذف نمی‌شود، بلکه درست و عادلانه تقسیم می‌شود.